تصمیم برای برکناری زودهنگام اعضای کمیسیون مستقل انتخابات. انتخابات آینده به اساس اصلاحاتی که توسط کمیسیون ویژه پیشنهاد شده و توسط کمیشنرهای نوی که انتخاب میشن مدیریت و سازماندهی خواهد شد. انتخاب باشندگان بغلان از واگذاری دند غوری و طالبان مسلح. بازگاهی امنیتی نمیداشته باشه یک منطقه این خود یک تهدید است و طرف سمت شمال و بخصوص به ولایت بغلان و شهر تورکمیل. مصطفی دار مجبور ساخته بود که بریم ما با اصطلح هم میکنیم. اگر اصطلح هم میکنیم یک شنگ دولت شاید بر ما سم بتن. و کشته شدن 14 تن در دو انفجار در بغداد. خانم خدا با عرض سلام بر شما، امروز پنجشنبه 26 سنبله سال 1394 خورشیدی است که برابر می شود با 17 سپتامبر سال 2015 میلادی. با تازه این خبرهای افغانستان و جهان تا این ساعت شبکه جهانی آریانا نیوز و آریانا خوش آمدید. مشروع خبرهای این ساعت. اعضای برحال کمیسیون مستقل انتخابات سازماندهندگان تقلب در انتخاباتند و به زودی برکنار خواهند شد. ریاست اجرایی میگوید پس از جاگزینی چهره های جدید در کمیسیون های انتخاباتی درباره معرفی اعضای برحال به نهادهای قضایی تصمیم گرفته خواهد شد. این در حالی است که کمیسیون مستقل انتخابات میگوید رئیس جمهور خواسته است تا این کمیسیون جدول زمانی انتخابات پیشرو را ترتیب کند. نصرت پارسا جزئیات میدهد. حالا کم کم گپ انتخابات پیشرو روشن‌تر می شود. رئیس جمهور این پیشنهاد کمیسیون ویژه اصلاحات انتخاباتی را پذیرفته است که اعضای کمیسیون مستقل انتخابات از 9 نفر به 7 تن کاهش یابد. برای تعیین اعضای جدید به زودی کمیته گزینش تشکیل می شود. سخنگوی رئیس اجرایی می گوید خواست اصلی تیم اصلاحات و همگرایی یا ریاست اجرایی کنونی در حال عملی شدن است. یعنی اعضای کنونی کمیسیون مستقل انتخابات کنار زده می شوند و چهره های جدید انتخابات آینده را مدیریت خواهند کرد. کمیشنرهایی که فعلا در کمیسیون حضور دارند و تخطی متهم هستند و همچنان به سازماندهی تقلب گسترده و غفلت وظیفه ای انتخابات آینده را اینا مدیریت نمی کنند. انتخابات آینده به اساس اصلاحاتی که توسط کمیسیون ویژه پیشنهاد شده و توسط کمیشنرهای نوی که انتخاب میشن مدیریت و سازماندهی خواهد شد و یکی از پیش شرطهای شکلگیری حکومت وحدت ملی و یکی از اصول بنیادی حضور ما در حکومت بوده. این احتمال هم وجود دارد که اعضای کنونی کمیسیون مستقل انتخابات پس از برکناری به اتهام غفلت وظیفوی و سازماندهی تقلب در انتخابات گذشته به نهادهای قضایی معرفی شوند. مرحله بعدی است. حکومت افغانستان و مردم افغانستان شاهد این تخلفات و این تغافل بودند و این در مراحل بعدی تصمیم گرفته خواهد شد، ولی به صورت قطع و یقین اینا انتخابات آینده افغانستان را مدیریت نمی‌کنند. اظهارات اعضای کمیسیون مستقل انتخابات چیز دیگری را می‌رساند. این که رئیس جمهور به کمیسیون مستقل انتخابات وظیفه سپرده تا جدول زمانی انتخابات پیشرو را تهیه کند. فرمانی که چند روز پیش از جناب رئیس جمهور صادر شد، اونجا باز گفته که ایشون که کمیسیون باید تاریخ پیشنهادی خودش رو ارائه بکنه، که بر اساس همین فرمان کمیسیون باز مجدد شروع کرده که یک تاریخ جدید رو که ببیند کی میشه این تاریخ انتخابات برگزار شود. تغییر نظام ریاستی متمرکز به صدارتی یکی از برنامه‌های عبدالله عبدالله در زمان کارزارهای انتخاباتی بود، چیزی که سخنگوی ریاست اجرایی میگوید برگزاری انتخابات شفاف میتواند راه را برای برگزاری لوی جرگه درباره تغییر نظام سیاسی هموار سازد. آمریکا برای نیروهای امنیتی افغان بیشتر از نیاز تجهیزات خریداری کرده است. بازرس ویژه ایالات متحده آمریکا برای بازسازی افغانستان با بیان این مطلب در نامه به جنرال جان کمبل در این مورد ابراز نگرانی کرده است. اما وزارت دفاع ملی میگوید که در سالهای نخست پس از 2001 نیروهای خارجی بدون ثبت وزارت دفاع ملی افغانستان تجهیزات توزیع کردند و آنان در بخش سلاح سنگین و هوایی نیاز شدید به مجهز شدند. دارد. گزارش ببینید از محمد میلاد سکندری.
بازرس ویژه ایالات متحده آمریکا برای بازسازی افغانستان از مصارف گزاف برای تجهیز نیروهای امنیتی افغان ابراز نگرانی کرده است. رئیس این نهاد گفته است که بیش از 630 میلیون دلار آمریکایی تجهیزات برای نیروهای امنیتی افغان خریداری شده است که هجوم این تجهیزات می تواند روند استهلاک تجهیزات سابقه را با مشکل مواجه سازد. من نگران این هستم که ما تجهیزات و وسایل نقلی بیشتر از حد نیاز برای نیروهای دفاعی افغان خریداری کردیم. وی در نامه به جان کمبل، فرمانده کل نیروهای خارجی در افغانستان، پرسش های را مطرح کرده است تا به آن پاسخ داده شود. رئیس سیگار برای جان کمبل تاریخ 15 ماه اکتبر را آخرین مهلت برای پاسخ این پرسش ها تعیین کرده است. مقام های افغان در روند جمع‌آوری تدارکات مورد نیاز دخیل بودند. آیا هنوز هم آنان به این باور هستند که به هر یک از تجهیزات نیاز است؟ برای جایگزین کردن تجهیزات قبلی چه شرایط معیار قرار داده شده است؟ هنگامی که روند خرید اجناس جایگزینی آغاز کردید، آیا بازنگری از این روند انجام گردید که واقعاً به این اجناس نیاز است؟ اما وزارت دفاع ملی افغانستان از عدم تجهیز ارتش ملی در بخش‌های سلاحی سنگین و هوایی خبر می‌دهد. اصلا خبره داسې وه کله چې په 2001 کال کې د وسوال پوځ یا ملي اردو ته اهداف کېښودل شو، هلته امریکایانو چې وسایل او وسایط او وسلې هر شی چې را وړل په سر یې جوستامونو ته ورکول، د هغې ثبت نه و. کله به چې هغوی تخریب شو یا به له منځه لاړل، دوی به نور ورته اکمال کړه. این اظهارات در حال صورت می‌گیرد که نیروهای امنیتی افغان در بخش‌های از کشور به دلیل نبود تجهیزات کافی چندین بار عقب‌نشینی کرده و نیز اسیر و تسلیم دشمن شدند. هندوستان از جمله کشورهایی است که دوستیش را با افغانستان ثابت ساخته است. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی هین افتتاح مرکز تشخیص و تداوی عاجل کودکان شفاخانه اندرا گاندی در کابل ضمن بیان این مطلب گفته است هند همواره کمک‌های مورد نیاز به افغانستان انجام داده است. احمد فرشاد صالح بیشتر جزئیات می‌دهد. به تازگی کشور هندوستان مرکز درمانی به کودکان افغان در شفاخانه اندرا گاندی کابل ایجاد و آن را با عصری‌ترین امکانات به ارزش 5 میلیون دلار آمریکایی مجهز ساخته است. رئیس اجرایی کشور هندوستان را از جمله کشورهای همپیمان افغانستان می‌داند که دوستیش را با افغان‌ها ثابت ساخته است. هندوستان کشوری بوده که جای خود تثبیت کرده به ایس یک دوست افغانستان با ارائه کمک های بی‌شایبه مطابق به ضرورت افغانستان. اگر از یک طرف اطفال بیگناه ما، مردم بیگناه ما به شهادت میرسند، از طرف دیگه سرمایه گذاری میشه در صحت طفلی کشور. سرمایه گذاری در ثبات یک کشور است، سرمایه گذاری در امنیت یک کشور است، سرمایه گذاری در آینده یک کشور است. وزیر صحت عامه کشور ایجاد این مرکز را برای تداوی کودکان رنج دیده کشور مؤثر می داند و قرار است تعدادی از دکتران افغان از سوی دکتران هندی نیز در بخش‌های گوناگون آموزش ببینند. هزینه تجهیز آن در حدود 5 میلیون دلار آمریکایی می باشد و ضمناً 1 میلیون دلار برای 5 سال آینده به خاطر منتنانس یا مراقبت تجهیزاتش و همچنان تربیه پرسنل اختصاص داده شده است. در همین حال سفیر هند در کابل بر ادامه کمک های کشورش در بخش های گوناگون به افغانستان وعده می سپارد. This is only the first phase. یک بخش کمک ها انجام شد. دو بخش دیگرش در آینده انجام خواهد شد. دولت هند تصمیم دارد که کودکان را در افغانستان کمک کند و در شفاخانه اندرا گاندی، مرکز تشخیصی قلب و بخش های دیگر نیز کمک می کنیم. رئیس اجرایی کشور می گوید شهروندان کشور سالانه نزدیک به 1.5 میلیارد دلار را هزینه صحتیاب شدنشان می کنند که 70% آن از جیب شهروندان و 30% دیگر آن از سوی حکومت به مصرف می رسد. وقفه کوتاه در آریانا. اما ادامه خبرها از آریانا نیوز.
باشندگان بغلان و نماینده های آنان در شورای ولایتی میگویند بعد از آنکه حکومت دند غوری پل خمری را به طالبان واگذار کرده است، این گروه برای حملات گسترده و ضد حکومتی آمادگی میگیرند. هرچند ادعای صلح و واگذاری دند غوری به طالبان از سوی حکومت رد شده است، اما طالبان مسلح میپذیرند که برای چند روز اعلام جمع‌آوری حاصلات زراعتی با دولت آتش بس کردند. اما رئیس شورای ولایتی میگوید این سند تنها با نمایندگان محل امضا شده است. محمد زاکر نوری این گزارش را از بغلان فرستاده است. برخی از اعضای شورای ولایتی بغلان میگویند هیئتی که برای بررسی اوضاع امنیتی دند غوری و ولسوالی دهنه غوری به این ولایت آمده بودند، در هماهنگی با مسئولان محلی بغلان دند غوری را با امضای یک سند به طالبان مسلح واگذار کردند که حالا این گروه برای حملات گسترده ضد حکومتیشان آمادگی میگیرند. تحرکاتشان به شکل جدی جریان دارد در این منطقه. خیلی بیشترم خدمتتان گفتم یا برای مناطق دیگه که تانوزا تحت تسلطشان در نیامده برای مردم محله خط روان کردن، پیام دادن، التیماتوم فرستادن، باید شما تسلیم بشین. اگر اونا تسلیم نشن جنگ میکنن و دولت از یه جرای برای از اونا کمک فرستاده نمیتونه. هرچند حکومت گفته است که در امضای این سند بزرگان محل طرف بوده است، اما طالبان مسلح میگویند این آتش بس و صلح موقتی را به خواست مردم و برای رفع حاصلات زراعتی انجام داده اند. این صلح را که طالبان قطع زنا کردن خصوصا به خاطر مردم عوام، که مردم عوام خراب نشوند وقتی کشت و کار مردم جمع کردنشان است. این همی جوربند از طرف طالبان و دولت شده که طالبان سر دولت کار نداره و دولت سر طالبان خیلی. این همی قدر وربند یک وقت معقد شدن. دیگه بیادر کدام گفت خواستم قبل سر برابر نگیرم. در همین حال باشندگان بغلان از موجودیت یک پایگاه همین برای طالبان مسلح در نزدیکی مسیر بزرگراه شمال نگرانند. دولت هم نمیتونه که در اون منطقه کدام چیز داشته باشه، کدام پاسگاه امنیتی خود را داشته باشه. این که زمانی پاسگاه امنیتی نمیداشته باشه یک منطقه، این خود یک تهدید است و طرف سمت شمال و به خصوص به حالت بغلان و شهر پل خمری. امروزو مجبور شد مستفیده را مجبور ساخته بود که بریم ما باید صلح هم میکنیم. اگر صلح هم میکنیم یک شنگ دولت شاید بر ما سهم بتن. عمر خیلی گفت نه، شما وقتی که مردم ما را تمام میسازین، مردم ما را به خون و خون میکشانین، ما هرگز به شما صلح نمیکنیم، ما با شما میجنگیم. در پی سندی که مطابق با آن حکومت در دند غوری عملیات نظامیش را توقف داده است، رئیس هیئت سرپرست ولایت بغلان، رئیس امنیت ملی، فرمانده پلیس بغلان و رئیس شورای ولایتی با دو عضوان امضا کرده است. رئیس شورای ولایتی بغلان میگوید طرف هیئت حکومت که در این سند امضا کردند باشندگان محلند. این تعهد نامه بزرگای قوم است که از اون ساحه تعهد کردند که ما دیگه از این ساحه نمیمانیم، به عنوان سنگر طالب استفاده بکنه و طالب از اینجا نیروهای امنیتی را هدف قرار بده. اما یک منبع پلیس که نمیخواهد از او نام برده شود میگوید 11 تن از باشندگان دند غوری که به نام بزرگ محل در پی این سند امضا کردند همه حامیان طالبان دند غوری هستند و اعضای فامیل آنان عملا بر ضد حکومت درگیر نبرد می باشند. اکنون توجه کنیم به خبرهای خارجی، اما پیش از آن یک وقفه کوتاه. داد و ستد تجارتی میان افغانستان و پاکستان نسبت به سالهای گذشته 40% کاهش یافته است. مسئولان در اتاق تجارت با ابراز این مطلب میگویند برای بازرگانان افغان در کشورهای دیگر سهولت ها مهیا شده و به این دلیل بازرگانان نسبت به پاکستان کشورهای دیگر را ترجیح میدهند. از سوی هم رویترز گزارش داده که شماری از توافقنامه ها میان افغانستان و پاکستان نیز به حال تعلیق درآمده است، اما وزارت تجارت این موضوع را رد میکند. خبررسانی رویترز گزارش داده که شماری از توافقنامه‌های تجارتی میان افغانستان و پاکستان به حالت تعلیق درآمده است. چون که در این مورد جزئیات بیشتر ارائه نشده، اما دلیل آن روابط متشنج میان دو کشور خوانده شده است. اما وزارت تجارت با رد این موضوع میگوید همه توافقنامه‌های تجارتی با پاکستان پابرجاست. با گفته ای سخنگوی وزارت تجارت برای بهتر شدن روابط تجارتی، خواستای مکتوبی از پاکستان صورت گرفته که تا حال پاسخ داده نشده است. ما شروط خدا، خواهشای خدا در دومین نشست تکنیکی
که پتا میشد در تاجیکستان برگزار شد، ما به سم کشورها یا دوستای ما پاکستان و همچنان تاجیکستان رساندیم. ما منتظر ازی هستیم که جواب هر سه کشور بیاید. اتاق تجارت میگوید داد و ستد بازرگانی میان افغانستان و پاکستان 40% کاهش یافته است. ایرانی ها بسیار سهولت ها برای افغان ها در نظر میگیرند، ترک ها بسیار سهولت ها در نظر میگیرند، کشورهای ترکمنستان، کشورهای در آینده تاجیکستان سهولت های بسیار زیاد در نظر میگیرند، هندوستان و اگر در این شرایط طبیعتا پاکستان شاید که امو بازی را به کشورهای همسایه ببازه. این در حالی است که دو کشور در سفر رئیس جمهور غنی با پاکستان توافق کرده بودند تا داد و ستد بازرگانی را تا سال 2017 هم از 1.6 میلیارد دلار و 5 میلیارد دلار افزایش دهند. و حال هم توجه کنیم نرخ اسعار خارجی در بدل پول افغانی در بازار امروز کابل. یک دلار آمریکایی 64 افغانی و 20 پول، 1 یورو 72 افغانی و 10 پول، 1 پوند انگلیسی 97 افغانی و 70 پول، 1 درهم امارات 17 افغانی و 30 پول، 1000 تومان ایرانی 18 افغانی و 20 پول و 1000 کلدار پاکستانی 618 افغانی. روزهای ورزشی را همکارم احمد زبیر حبیب‌زاده تقدیمتان میکنند. حبیب زاده خیلی خوش آمدید و بفرمایید. تشکر، سلام خدمت خدا و تمامی بیننده ها. رویدادهای ورزشی تا دقایق دیگر. سومین دور رقابت‌های قهرمانی بسکتبال با ویلچر زنان افغانستان امروز با قهرمانی تیم مزار شریف خاتمه یافت. در این دور از رقابت‌ها سه تیم کابل، هرات و مزار شریف به مدت دو روز در جمنازیم کمیته صلیب سرخ کابل با هم به رقابت پرداختند. در بازی نهایی تیم مزار شریف با نتیجه 27 بر 17 مقابل کابل به پیروزی رسید و موفق شد برای اولین بار عنوان قهرمانی این رقابت‌ها را کسب کند. همچنین تیم جلال آباد به دلیل مشکلات امنیتی قادر به حضور در این رقابت‌ها نشد. هدف از برگزاری این رقابت‌ها انتخاب چهره‌های برتر برای تیم ملی بسکتبال با ویلچر بانوان افغانستان گفته شد. همچنان برگزار کنندگان این رقابت‌ها از عدم توجه مسئولان بلند رتبه تربیت بدنی المپیک و دولت به ورزش معلولین و معیوبین گلایه کردند. سوریه از شکست برابر نوجوانان افغانستان فرار کرد. در آغاز دور مقدماتی رقابت‌های فوتبال زیر 16 سال آسیا تیم ملی فوتبال نوجوانان افغانستان در یک بازی دور از انتظار و در حالی که می‌توانستند حریف قدرتمند خود سوریه را شکست دهند در پایان به نتیجه مساوی رضایت دادند. در این بازی در اولین بازی دور گروهی مرحله مقدماتی فوتبال نوجوانان آسیا در گروه ششم که با میزبانی کویت برگزار می شود نوجوانان افغانستان در حالی که تا دقیقه 72 با نتیجه 2-1 از سوریه پیش بودند با دریافت گل مساوی به یک امتیاز قناعت کردند. نوجوانان افغانستان در دومین و آخرین بازی خود در این رقابت ها جمعه شب برابر میزبان گروه کویت قرار می گیرند. در صورت پیروزی نوجوانان افغانستان در برابر کویت فوتبال کشور برای اولین بار شاهد حضور در دور نهایی رقابت‌های قهرمانی فوتبال آسیا در رده‌های مختلف سنی خواهد بود. وضعیت هوا را همکارم تقدیمتان می‌کند. دوست عزیز، حالا هم از جوی کشور ببینیم برای فردا چند شهر بزرگ افغانستان آب و هوایش چی پیش بینی گردیده. در آغاز ببینیم آب و هوای کابل را. فردا آفتابی است. بلندترین درجه حرارت 29 پایین‌ترین هم 16 پیش بینی گردیده. آب و هوای هرات را ببینیم که تغییر کرده برای فردا یا خیر. آفتابی است. بلندترین درجه حرارت 30 پایین‌ترین هم 18. حالا ببینیم آب و هوای مزار شریف در چی حال است. گرم است و هم کم سردتر شده. فردا آفتابی است. بلندترین درجه حرارت 31 پایین‌ترین هم 21 نسبت از کابل و هرات کرده گرمتر از آب و هوای مزار شریف. جلال آباد را می‌بینیم. فردا آفتابی است. بلندترین درجه حرارت 36 پایین‌ترین هم 23 پیش بینی گردیده. می‌بینیم آب و هوای قندهار که در اخیر کم سردتر شده. فردا آفتابی است. بلندترین درجه حرارت 33 پایین‌ترین هم 17 پیش بینی گردیده. و در اخیر می‌بینیم آب و هوای غزنی
فردا آفتابی است، بلندترین درجه حرارت 27، پایین‌ترین هم 12. برای دریافت تازه‌ترین خبرهای افغانستان و جهان و جزئیات بیشتر همین رویدادها به صفحه اینترنتی aryananews.af مراجعه کنید. پایان خبرهای این ساعت، از همراهیتان سپاسگزاریم.